گزارش های رسانه های عربی از کنفرانس بین المللی بروکسل. شبکه الجزیره، ایلاف فرامنطقه‌ای، الفجر مصر، المستقبل لبنان. در اجلاسی در بروکسل خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شخصیت های اروپایی از جمله استران استیونسون رئیس گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا، سناتور پیتر فان رامپوی رئیس هیئت رابطه با عراق در سنای بلژیک و همچنین شخصیت هایی همچون هاوارد بین رئیس پیشین حزب دموکرات آمریکا، تام ریج اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا و مایکل موکیزی وزیر دادگستری آمریکا در دولت بوش شرکت داشتند. شرکت کنندگان بر ضرورت حمایت از مقاومت ایران و ساکنان اشرف در مقابل رژیم ایران تأکید کردند. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت خواستار یک اقدام بین المللی فوری برای لغو مهلتی شد که دولت عراق برای اشرف مشخص کرده است. آواردین کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا همچنان در قبال ساکنان اشرف مسئولیت اخلاقی دارد. روزنامه‌های از سیاست چاپ کویت، الاتحاد چاپ امارات، الشرق چاپ قطر، الوطن و البلاد چاپ بحرین، العرب اليوم، الرأی و القد چاپ اردن. مریم رجوی در بروکسل در مورد توطئه رژیم ایران علیه اشرف هشدار داد و از اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ملل متحد خواست تا دست به اقدامات فوری بزنند تا ناظران ملل متحد هرچه زودتر در اشرف مستقر شوند. از زمان چاپ بغداد، صوت العراق، از سومری نیوز و تلویزیون البابلیه. سخنرانان در یک کنفرانس بین‌المللی که با حضور مریم رجوی در بروکسل برگزار شد از ملل متحد خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از حمله به اشرف شدند. در این کنفرانس نمایندگان پارلمان اروپا، پارلمان بلژیک و شخصیت‌های آمریکایی و اروپایی شرکت داشتند و تأکید کردند اشرف مهمترین عامل برای مقابله با دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران است که به سمت دستیابی به بمب اتمی حرکت می کند. دفاع از اشرف در راستای ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر و دفاع از بهار منطقه. شبکه تلویزیون فرانس 24. مریم رجوی در بروکسل خواستار اقدام فوری برای لغو ضرب العجل سرکوبگرانه علیه اشرف شد. در بروکسل مخالفان ایرانی با حمایت سیاستمداران بلژیکی، اروپایی و آمریکایی از جامعه بین المللی خواستار فشار به عراق برای برداشتن ضرب العجل علیه کمپ اشرف شدند. هاواردین کاندیده پیشین ریاست جمهوری آمریکا با اشاره به کمپ اشرف که طی 30 سال گذشته محل استقرار 3400 تن از مخالفان رژیم ایران می باشد گفت آمریکا در قبال ساکنان اشرف مسئولیت اخلاقی دارد. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران خواستار اقدام فوری بین المللی برای لغو ضرب العجل سرکوبگرانه دولت عراق شد. ماه گذشته کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا یک سفیر ویژه برای کمک به حل این موضوع منصوب کرد. استران استیونسون رئیس هیئت پارلمان اروپا برای رابطه با عراق گفت سفیر درویت باید هرچه زودتر از اشرف بازدید به عمل بیاورد.